آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی همراه ما هستند. وقتتون بخیر آقای آرامش و سپاس از همراهیتون. این انتخاب یک انتخاب تاریخیه، درسته؟ بله، من دو تا نکته را عرض کنم. اسمشون هست خانم فرانکتی و ایشون دریا بودن، چهار ستارن، الان معاون فرمانده کل نیروی دریایی هستند. پست قبلی که داشتن به عنوان فرمانده ناوگان ششم که مقر فرماندهیش در ناپل ایتالیا است و فرمانده کل ناوگان ششم ایالات متحده است در اروپا، اون موقع ایشون دریا سالار بودن و سه ستاره بودن، ولی الان ایشون حدودا یک سال نیم است، 22 سپتامبر سال 2022 تا حالا دریا بود چهار ستارن. در کل ارتش ایالات متحده در تاریخش ما در مجموع 10 زن چهار ستاره داشتیم. الان از این 10 زن 4 تاشون در خدمت هستن. ارتش کل نیروی هوایی خانم ون آوست، فرمانده کل ترابری ایالات متحده. ارتش کل نیروی زمینی خانم ریچاردسون، فرمانده کل نیروهای، یعنی فرماندهی مقر فرماندهی جنوبی آمریکا که از کوبا به پایین تا برزیل رو شامل میشه. فرمانده کل گارد ساحلی خانم فیگن که ایشون هم دریابود چهار ستاره است و الان معاون فرماندهی کل نیروی دریایی خانم دریابود، عرض کنم حضور شما، فرانکتی. ایشون بعد از بازنشستگی دریابود گیلده که فرمانده کنونی نیروی دریایی هست به فرماندهی این نیرو ترفیع پیدا میکنند. باید یادی که از خانم ارتشبود دان بوده، ایشون اولین زنی بود که در سال 2008 در جنگ عراق به فرماندهی چهار ستاره ارتش کل نیروی زمینی شد. و یاد باید کرد از سال 1993 که موقعی که آقای کلینتون رئیس جمهور شد، یکی از اولین احکام و حکومتی که صادر کرد گفت درست که خانم ها در ارتش هستند، ولی نباید جلوگیری کرد از اعزام خانم ها به مأموریت های رزم. چرا اینو عرض می کنم؟ خانم فرانکتی تا سال 1993 فکر کنم موقعی یا ستوان یا سروان جوانی بود، اینها نمیتونستن در کشتی های رزمی خدمت کنن. خانم ون آوست که فرمانده کل ترابری ارتش ایالات متحده است، یک ارتش کل چهار ستاره نیروی هوایی است، نمیتونست هواپیمای جت جنگی رو، ایشون 30 نوع هواپیما رو بلد پرواز کنه، قبل از که گواهی نامه بگیره بلد بوده هواپیما پرواز کنه، ولی به خاطر اینکه نمیذاشتن خانم ها در مقامات رزمی باشن حتی به عنوان افسر جز، این ممنوع بود. از سال 1993 که کلینتون سر کار آمد این محدودیت ها برداشته شد. نکته مهمی هم است، همه این خانم ها به این درجات رسیدن، هیچ کس نیومده استاندارد ها رو بیاره پایین، همون استاندارد هایی که برای مردها بوده رو اینها یا همون ها رو دیدن یا بالاتر از اون رو. فقط یه صحبت خیلی جالبی هم داره خانم فرانکتی، میگه که اولین مأموریت رزمی که داشت در یک ناوچه رزمی، اون فرمانده اون کشتی گفت شما جات اینجا نیست، درستی که رئیس جمهور گفته بیاید. میخوام بگم 33 سال پیش 30 سال پیش هنوز اون نگاه یک مرد بزن بود که میگفت شما جات در ناوچه رزمی نیست، و گفت چه کار کرد که تونست از به درجات رو بگفت. من مطمئن شدم که اگر به من مأموریتی دادن، اگر من کاری کردن، نه تنها اون رو به صورت کاملا قابل به قول معروف ملاحظه انجام بدم، بلکه چند قدمم جلوتر بدم. نکته آخر، الان 2 خانم هستن در فرماندهی ها، 3 خانم اکشنده در فرماندهی های بسیار بسیار راه بردی. خانم ون آوست فرماندهی ترابری است. من میخوام این رو در منازعات آینده با چین برای شما تحلیل بکنم. و الان فرماندهی نیروی دریایی ایالات متحده یک خانم خواهد بود. این 2 نفر، خانم ون آوست فرمانده ارتش بود، ون آوست فرماندهی ترابری ایالات متحده و خانم فرانکتی فرماندهی نیروی دریایی، اگر احیانا جنگ احتمالی یا درگیری باشن به خصوص با چین در سر تایوان، این 2 نفر از مهمترین فرمانده ها خواهد بود. نیروی زمینی آنچنان دخیل نخواهد بود، نیروی دریایی خواهد بود، نیروی هوایی و مارینز، تفنگداران نیروی دریایی. و خیلی جای هم تقدیر داره هم ستایش، ولی از اون طرف هم الگوهایی هستن اینها، نه فقط برای زنان ارتشی در ایالات متحده، بلکه هم برای مردان و هم برای زنان در تمام دنیا که ببینن با کار و با سخت کوشی و با دیدن اون استانداردهایی که براشون تعیین کرده بودن و از اونا پیشرفت کردن، الان این 4 نفر به مقام 4 ستاره رسیدن. این هم در نظر داشته باشید ما 47 افسر 4 ستاره در ایالات متحده داریم. بله. 4 تا افسر 4 ستاره اکنون اینها خانم هستن. افسرهای 3 ستاره و 2 ستاره 1 ستاره هم هستن، ولی اینکه الان 2 نفر، یعنی خانم فیگن فرمانده گارد ملی، گارد مزد میخوام ساحلی، و الان خانم فرانکتی فرمانده نیروی دریایی میشد، و در اتاق بحران بغل فرمانده نیروی زمینی، بغل فرمانده نیروی دریایی و هوایی مزد بغل فرمانده ستاد مشترک به عنوان 2 فرمانده نیرو میشینن. این یک مقامی بسیار بالا و
میگم هم از لحاظ تشریفاتی، هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ عملی بسیار جای به قول معروف ستایش داره و یک امریس مهم در. و نکته خیلی آخر همونطور که عرض کردم، این دو فرمانده‌های راهبردی در ایالات متحده فرمانده‌ای هستن که هیچ کس با تنزیل استاندارد اینها نیبرده بالا. اینطور نیست که بگم خب حالا ایشون خانم بوده یا رنگین پوست بوده یا به روز بگم سفید پوست هستن و بهشون ترتیب بدن. با بالاترین درجات خیلی عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم. خیلی کوتاه میتونیم بگین این انتخاب تاریخی چه تأثیری میتونه در کل روی ارتش آمریکا بگذاره؟ خب ببینید این انتخاب تاریخی اینطور نیست که حالا بیاد بگیم که بالاخره اوکی تأثیری که خواهد داشت اینطور. شما اگر یک افسر جوان هستید الان در نیروی دریایی میبینید که میتونید به مقام دریابودی برسید. خانم فرانکتی اتفاقا جورنالیست میخواست کار شما رو داشته باشه، میخواست خبرنگار و جورنالیست بشه، میخواست یک روزنامه‌نگار بشه. از دانشگاه نورت وسترن در شیکاگو لیسانس روزنامه‌نگاری گرفت. اون موقع یه برنامه ما داریم در دانشگاه به اسم ROTC ROTC Reserved Officer Training Course که شما میتونید مخارج دانشگاه رو بگیرید ولی به عنوان افسر رزرو در دانشگاه تعلیم و تربیت بشید. بلکه ایشون از دانشگاه با لیسانس جورنالیسم روزنامه‌نگاری فارغ‌التحصیل شدن، اومدن در نیروی دریایی بدن. نه واقعا بد نیست و همینطور مراحل رو کم 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 اومدن بالاتر. این که مثلا الان فرمانده بعدی ستاد مشترک ارتش بود براون، فرمانده سابق نیروی هوایی، ایشون سیاه‌پوسته. این که خانم فرانکتی یک خانم هست، این که مثلا یک روزی رئیس جمهور رنگین پوست بود، این به نشون میده که در این مملکت ترقی سختی نداره. اگر شما لیاقت‌های خودتون نشون بدید، اگر شما کار سخت بکنید، هر چند که ممکنه فرماندهی داشته باشید 30 سال پیش که بگه جای زن تو کشتی نیست، اما میتونید اون رو خلافش ثابت کنید در روزی دریابود و فرماندهی کل نیروی دریایی ارتش بشید. میتونید خلاف اون رو ثابت کنید در روزی ارتش بود و فرماندهی کل ترابری ارتش ایالات متحده بشید و میتونید اون رو یک روزی ثابت بکنید در روزی یک خانم میتونه رئیس جمهور ایالات متحده بشه. سپاس از شما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی.